زمانه تاریک، سرزمینی غرق در جهل و نادانی، مردمانی که با دلهای سخت چون سنگ در میان بتها سرگردان بودند. هر روز در آتش کینه و دشمنی قبیله ای با قبیله دیگر به جنگ برمیخواست و شمشیرها برای خونریزی برافراشته میشد. دخترکان بیگناه زیر خاک دفن میشدند و صدای بیرحمی در گوش جانشان میپیچید. آنجا قلب جزیرة العرب بود، سرزمینی بی بهره از اخلاق و انسانیت. اما خداوند اراده کرد تا از دل همین ظلمت نوری روشن شود. از میان این خاک و خون پیامبری برانگیخته شد که ندای رحمت و عدالت را به جهان رساند: محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. پیام آور نجات و انقلاب در ارزشها. او آمد تا بتها را در هم بشکند، نه تنها بتهای سنگی که بتهای تعصب، جهل و خشونت را او به مردم آموخت که نه جنسیت، نه نژاد و نه قومیت هیچ کدام برتری نمی آورد، بلکه ملاک ارزش انسان تقوا و انسانیت است. زنان دوباره طعم شیرین کرامت انسانی را چشیدند، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله با رفتار و گفتار شخصیت حقیقی زن را به آنان برگرداند. با محبت بسیار زیاد به دخترشان حضرت زهرا و احترام به دیگر زنان عملاً الگویی برای سایر مردم شدند. اما امروز در برخی از جوامع که نام اسلام بر آن نقش بسته است، صداهایی از تعصب و انحصار به گوش می‌رسد، جایی که به نام دین حقوق انسانی پایمال می شود و انتخاب‌های فردی محدود می شود، راهی که پیموده می شود خلاف سیره پیامبر عزیز اسلام است. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو می روی به ترکستان است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به آن اسلام راستین هستیم.